ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. همه در فضای نورانی 15 شعبان، سال روز مولود ذخیره الهی حضرت مهدی موعود به سر میبریم. گرچه امروز جهان و تمام ساکنان سراسر کره ارض در اضطرار شدید ناشی از جنگ و مرض به سر میبرند، اما از طرف دیگر نور نوید همچنان میدرخشد و چشم امید به افق دوخته شده که از آنجا آفتاب زندگی با ظهور آخرین ذخیره الهی طلوع خواهد کرد. مهدی موعود بستر زمین را از ظلم و جهاف پاک خواهد نمود و پس از برپایی علم عدالت در چهار سوی عالم بر قلبهای سوخته مظلومان و مستمندان آخر زمان مرهمی از نوع مهربانی خواهد گذاشت. کسی را به آقایی تو همکنون که جهانیان در میان امواج متلاطم و طوفانی کرونا و جنگ دست و پا میزنند، انسانها بیشتر از هر زمانی مضطر و بیقرار و بیپناه شده اند. این فرصت خوبی است برای باز شدن افق تازه در فراروی زندگی انسان خسته امروز، و این افق چیزی نیست جز انتظار آگاهانه و فعالانه جمعی و جهانی برای ظهور آخرین ذخیره الهی حضرت مهدی موعود عجل الله فرجه الشریف. فقر، امراض کشنده، جنگ های فرسایشی، مهاجرت های دست جمعی و ده ها مصیبت تمدنی دیگر که امروزه روزگار بشر کنونی را به شب تار تبدیل کرده است، قلب های میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان مظلوم از ادیان و مذاهب مختلف را متوجه منجی آخر الزمانی کرده است. افغانستان کشور فقیری است. میلیون ها انسان با شرایط بد اقتصادی زیر خط فقر زندگی می کنند. جنگ های 40 ساله از افغانستان تنها یک سرزمین سوخته بر جای گذاشته. در کنار جنگ و فقر دائمی در این کشور، اما در هفته های اخیر شیوع ویروس کرونا از همه بیشتر زمینه کار و فعالیت های میلیون ها کارگر فقیر را نابود و آسیب جدی به زندگی آنها وارد کرده است. میلیون ها کارگر بیکار شدند و همکنون با رعایت مقررات اجباری دولتی در قرنطینه خانگی با فقر و نداری شدید دست به گریبان هستند. امروز امینجا بنیاد خیریه یک برنامه را تهیه کرده که کمک به بعضی از خانواده های نیازمندان و نظر به کار جسمی یا فیزیکی که نیاز بود از ما تقاضا شد و ما آمدیم. در قدم اول همه ما و شما مسلمان هستیم و نظر به فرموده قرآن کریم و امامان بزرگ ما که همیشه ما را توصیه کرده به کمک و همکاری و تعاون و برادری و خصوصا در شرایط سخت که اشخاص نیاز به کمک داره و ما و شما هم نیاز به کمک و کمکشان کنیم. هر سال این برنامه را ما داشتیم. امسال به خاطر بحث بیماری کرونا و گرفتاریش برنامه ویژه مهربانی طراحی شد. مواد ارتزاقی و شوینده خریداری شد. ابتداعا خدمت شما اینطور عرض بکنم، ابتداعا یک هدف گذاری شد که ما برای چند خانواده میتونیم اقلام کمکی را تهیه بکنیم. دوستان یک یا الله گفتن و هدف را 1000 خانواده در نظر گرفتن. با خیرین، با تجار، با ثروتمندا تماس گرفته شد. بسیار همکاری خوبی داشتن الحمدلله. تجار آمدن، خیرین آمدن و ما در ابتدا فقط آرد و برنج مد نظر داشتیم. خیرین دیگه آمدن مکرونی اضافه کردن، خیر دیگه آمد رب اضافه کرد، یک مؤمن دیگه آمد مواد شوینده را اضافه کرد. این شد که امروز ما 9 قلم به ارزش مجموعه تقریبا چیزی کمتر از 6000 افغانی تهیه کردیم
بعد خانواده ها حدود 500 فامیل از اینها یا 600 فامیل تحت پوشش مستمر بنیاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست که اینا ثبت نام شدن، خانه هایشان دیده شده، شناسایی شدن و اطمینان حاصل شده که خدای نکرده مثلا یک مسئله دروغی چیزی در بین نباشه، چون از وجوهات هست حق به حقدار به مستحقش برسه. بعد اینها برنامه ریزی شده، کارت شناسایی برشون صادر شده، موادی که نیاز به دستبندی بوده از جوانای غیرتمند هیئتی آمدن یک روز را، همکاران شما هم بودن در حضور این دوستان رسانه‌ای شما آمدن اینها را بسته‌بندی کردن، در نهایت آرامش، در نهایت اخلاص بسته‌بندی شد و بعد از اون ما آمدن دوستا اینها را منطقه بندی کردن. این هزار فامیل را فرض بفرمایید منطقه شهرک اتفاق، منطقه کتابلندی، منطقه قلعه نو، ریگریشن، خانواده ها به تناسب محل سکونتشان دستبندی شد، موترها هماهنگ شدن، گروپ کاری تنظیم شدن، برای هر موتر و هر منطقه چند نفر که با لیست و با کارت شناسایی و با تمام مدارک آماری ما داریم، احصائیه‌ای که داریم، تشریف میبرن و این مواد را به درب خانه ها تحویل این مؤمنین عزیز میدن که انشالله در این مسئله کرونا او آلام و دردهای از اینا انشالله کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگر بر پایه باورهای متعالی دینی در شرایط بحرانی کنونی صدها و هزاران جوان مسلمان رضاکار برای کمک به خانواده‌های فقیر و نیازمند در اطراف و اکناف کابل بسیج شدند. آنها رضاکارانه بدون هیچ طمع و توقع ادای دین می‌کنند و در شرایط بغرنج قرنطینه کرونایی با رعایت اصول بهداشتی زمینه کمک معیشتی به هزاران خانواده فقیر را فراهم می‌سازند. امروز انشاءالله کار بسته‌بندی همه مواد ارتزاقی و شوینده‌ای که بنیاد تهیه کرده برای خانواده‌های نیازمند، امروز کار بسته‌بندی هست، یعنی قدم اول است. دوستان بسته‌بندی مواد شوینده به اضافه رب در یک پاکت در یک بسته قرار می‌گیره و اون لوبیاها هم چون در داخل بوجی هست از اون باید بکشین، اینا رو روی ترازو وزن کنین، هر بسته پلاستیک و یک سر بکشین و اونا رو هم بسته‌بندی بکنیم در یک طرف بگذاریم. باقی آرد ما، روغن و برنج و ماکارونی ما خودش بسته‌بندی هست، یعنی یا داخل کارتن است یا داخل بوجی است، او رو در روزی که میبریم اهدا میکنیم و دیگه نیاز امروز به بسته‌بندی نداره. فقط این خرد و رضایی که هست اینا ان شاءالله بسته‌بندی شوه. یعنی امروز کار زیادی دارین، شما باید برای هزار خانواده کار بسته‌بندی رو انجام بدین. در بهبوهه شیوع فراگیر ویروس کرونا در افغانستان، هزاران جوان مسئول و مسلمان با درک مسئولیت‌های دینی و انسانیشان در شرایط بحران، نه تنها از ترس ابتلا به کووید 19 سر در گلیم خوف نکشیدند، بلکه با رعایت قوانین بهداشتی و جدی گرفتن طرز العمل‌های وزارت صحت عامه، برنامه بزرگ مساعدت مالی به هزاران خانواده فقیر در حاشیه های شهر کابل را به عهده گرفتند. آنها برای رساندن مواد ارتزاقی به صدها خانواده مستحق به دنبال تنظیم میکانیزمی هستند که کمترین خطر ابتلا به ویروس را نداشته باشد. این کمک ها از طریق پرداخت وجهات شرعی ده ها مؤمن و مسلمان تهیه شده است. آنها در کنار تلاش برای رفع بحران از زندگی مردم، دست دعا به درگاه خداوند بلند می کنند و برای برطرف شدن رنج فزاینده این عصر از خداوند بزرگ کمک می طلبند. صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أدركنا الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد. ب
گرچه تعداد زیادی از جمعیت تهیدست افغانستان از تضاد طبقاتی و نابرابری های ناشی از اقتصاد بی انتظام و آشوب زده بازار آزاد رنج می برند، اما همبستگی انسانی همکنون بیاری جوانان مسلمان در شرایط بحرانی آغاز شده است و باید امیدوار بود که کمک کردن و رفع نیاز انسانهای نیازمند در مواقع بحرانی تبدیل به خودآگاهی جهانی شده و همبستگی و همکاری را به دیگر ابعاد و زندگی مشترک انسانهای پسا کرونایی تأمین دهد. اولین مصداق خیراندیشی های رضاکارانه را در بنیاد فرهنگی ابوالفضل عباس علیه السلام شاهد هستیم. تاجران خیر، مؤمنان انفاقگر از هزینه های هنگفت پولیشان در راه خدا انفاق کردند و جوانان فعال و فرهیخته با گرفتن سهمی در کاستن رنج انسان از دست بلای خانمانسوز فقر کار رسانیدن و توزیع این کمک ها را به دوش می کشند. بنیاد فرهنگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در ادامه کارهای خیریه و خدمات اجتماعی که داشته، به دلیل بیماری فراگیر کرونا که امروز در تمام عالم تقریبا نیمی از جمعیت دنیا را متاثر ساخته و به قرنطینه رفته، بنابراین کارها تعطیل شده، مشکلات عدیده برای مردم ایجاد شده. در ادامه برنامه های خیریه بنیاد فرهنگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام آمد یک ویژه برنامه به نام ضیافت مهربانی را در دست اجرا داره که در این برنامه ضیافت مهربانی که هم به مناسبت نیمه شعبان میلاد امام زمان علیه السلام است، هم به خاطر کمک و مساعدت به خانواده های نیازمند به خاطر بحث کرونا و گرفتاری های کرونا هست و هم به پیشواز از ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی هست. این ویژه برنامه ضیافت مهربانی تدارک دیده شده و در قالب این برنامه انشاءالله به هزار خانواده، به هزار فامیل مواد ارتزاقی و مواد شوینده و بهداشتی توزیع میشه. سرمایه داران، تجار و متمولین افغان در داخل منطقه و جهان نیز باید بشتابند که حالا موقع ایفای نقش آنان است. مردم افغانستان در تمام ابعاد زندگی مادی و اجتماعیشان نیاز به کمک دارند. در فقدان رفاه عمومی و نبود اقتصاد سالم استوار، امنیت و استقرار شغلی میلیون ها کارمند و کارگر آزاد در بازارهای کلان شهرها از بین رفته است. در تعقیب آن، بالا رفتن قیمت مایحتاج در بازار خرید و فروش نشان از آمدن گرانی و قحطی پسا کرونایی می دهد. مردم بیشتر از هر چیز برای زنده ماندن و رهیدن از دام ابتلا به ویروس کووید 19 نیاز به کمک های دوامدار و مفید دولت و ثروتمندان دارند. واقعا امروز دیدیم شرایط جامعه، شرایط افغانستان، جامعه شرایط چه خراب است. نیاز به همکاری دارم وطن عزیز ما. ما آمدیم بچه ها دسته جاییم با هم بر رضای خدا کار کنیم. بدون توقع کدام چشم برداشت ما آمدیم صرف بر رضای خدا کار کنیم. بله خوب، واقعا شرایط خطرناک است که دوستون نیاز به کمک داریم. ما میتونیم رئیسات از جان خود مایه میذاریم برای هموطنان عزیز خود. اگر هر نبا کمکی باشه ما دریغ نمیکنیم. در قسمت خانواده های فقرا ما خود ما از زمانی که در کار آمدیم، این کار چون کار اهل بیت علیه السلام است، سیر اهل بیت علیه السلام است، همیشه ما در کمک بودیم و هر چیزی که از خداوند خواستیم آمدیم برای مردم خدمت کردیم، کار کردیم، مزدش ان شاء الله ما گرفتیم. همه بچه‌ها که اینجا هستند حیات القدیر هستند، همیشه در خدمت مردم هستند و از خداوند هم چیزی خواستن ان شاء الله با کمک مردم از خدا خواستن دادن. چون کار ما صرف بر رضای خدا است، سیر اهل بیت علیه السلام است که امروز به حساب جامعه ما بسیار یک جامعه فقیر است. به حساب دیگه ما اول خدا خیر بتن کسایی که به حساب اعظمی زحمت کشیدن کمک کردن در قسمت که هر کس به حساب آرد برین روغن هر چیزی که به حساب دادن. فقط ما آمدیم به خاطر کار بر رضای خدا که امشالله یک مظهر خدمت شدیم برای هموطنان عزیز خود. الگوی ما، نمونه ما، اسوه ما اهل بیت پیامبر گرامی اسلام هستن. قرآن باز در سوره انسان در سوره ده می فرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. داستانش را همه خبر دارن. بیماری حسنین از امام حسن و امام حسین مریض شدن، اهل بیت نذر کردن که اگر شفا پیدا بکنن سه روز روزه بگیرن. سه روز روزه را گرفتن، شب اول افطار کردن، مسکینی در زد،
اهل بیت افطاری خود را بر از نا دادن. شب دوم یتیمی در زد، همین قضیه تکرار شد، اهل بیت افطاری خود را به اونها دادن، با آب تنها افطار کردن. و شب سوم اسیری آمد درخواست کمک کرد، اهل بیت باز هم در شب سوم سه شبانه روز اهل بیت روزه گرفتن، با آب افطار کردن و افطاری خود را برای فقیر و یتیم و مسکین دادن و اسیر دادن. اینجا خدا میفرماید که از قول اهل بیت، اهل بیت چیزی نگفته در این قسمت، خداوند زبان حال اهل بیت رو میفرماید، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اهل بیت خداوند میفرماید که نیت و انگیزه اهل بیت فقط رضای خدا بوده، از این فقیر و مسکین و یتیم درخواست تشکر و قدردانی نداشتند. آیات فراوانی ما داریم که ما موظف هستیم برای کمک به یتیمان. و ارحم ترحم، پیغمبر میفرماید ارحم ترحم، رحم کنید تا به شما رحم کنند. امروز کرونا همه دنیا را گرفته، حتی کاخهای ریاست جمهوری از این ویروس خطرناک در امان نیستند، رؤسای جمهور، وزرا در امان نیستند. تنها راهی که ما میتونیم غلبه بکنیم بر این بلای عالمگیر و جهانگیر این هست که ثروتمند دست فقیر را بگیره، همسایه دست همسایه را بگیره، اقوام و اقارب دست اقوام و اقارب همدیگر را بگیرن و نیازهای همدیگر را برطرف بکنن. هیچ راه دیگه ای ما نداریم، در کنارش باید رعایت شود اصول بهداشتی و اصول صحی، تا رحمت خداوند که همه برنامه های خیریه اینچنانی باعث نزول رحمت الهی هم میشه، انشاءالله جامعه ما شامل حال این برنامه شود. برنامه ضیافت مهربانی با راه اندازی مکانیزم دقیق اداری روند توزیع کمک های خیریه را از آدرس مرکز فرهنگی ابوالفضل عباس علیه السلام آغاز کرده است. مسئولین این مرکز با توزیع کارت های شناسایی به صدها زن و مرد نیازمند، آنها را شناسایی و ثبت دفتر کمک های دائمی اداره می کنند. پس از آن با طی کردن روند اداری با حفظ کرامت انسانی و عزت اسلامی آنها روند توزیع کمک ها شروع می گردد. اما در این شرایط که همگی از بحران شروع ویروس کرونا متضرر شده اند، قرار است اقلام ضروری مواد خوراکی در صدها خانواده مستمند توزیع گردد. برای کمک آمده منم خیر بود دفتر ابوالفضل عباس، خدا خیر ته کسایی که کمک میشه، خدا اجرش در دنیا و آخرت بده. همیان کلی مستحق شخصان خودم مستحقم، یک بچه‌م کار میکنه بیکار، خودم کار میکنم، همیان خودم بیکار هستم، همیان کلی مردم هم تیرا ما این مرضی سای کو بیکاری سای کو، خدا می کسایی کمک میشه دنیا و آخرت چش خوب کنه الهی اجرش بده. قبلا کار میکنم در خانه، والله کار میکنم، مال بیکار هستم، مرض آمد کل ما بچه‌م بیکار، خودم بیکار شدم. محرم علی هستم، یکی از همدی اشتدار کننده های همین جلسه ای که امروز آمدیم به خاطر این مرض کرونا. قبلا کار میکردم، یک مدتی یک هفته زیادتر شده که همین کار سر چاک ما رو مانع کرده. داخل خانه هستم دیگه، یک افسر عیال هستم، برادر قط خودم قطی دیگه، برادر این مدت است که چیزم ندارم به خاطر همین چیزی که هم برگزار کردن همین 15 شعبان میگه. امید کمک‌ها یک جهان تشکر که ما را امروز نسکیری کرده، از ما با خبری کرده، امیر به جریان گذاشته ما را، امید مستفید میشونم، یک جهان تشکری میکنم از کلیه. قبلا که کار میکردم روزی 3.5 ساعت برادر بودم کار گیره میامد، روزی 3.5 ساعت که نمیامد خرا میامدم خانه، بس خلاص سر شاک مرفتیم پول خوشک، اگر کار میافتیم کنک 3.5 ساعت یا 3 ساعت برای ما میداد، اگر نمیافتیم دیگه میمادیم خانه. لو کمک اگر نمی رسید خب ما عیال خود عزیز میدادیم، خود من بیکار هستیم دیگه، وقتی که کار نداشتیم دست دو باشیم دیگه چاره ای نداریم غیر همین دیگه که برای ما برادر کمک کنه. برای خیلی کسا کمک کنه، البته تنها نه برای ما، خیلی کسا هستن مثل ما روی کارگر هستن، برادر مثلا عیال دار هستن، این مدتی یک کنیم هفته شده که مناسب خاطر این مرض کارا توقف شده، کار نکردیم، اینا ما هم قرار در خانه هستیم، اینا لایل بچه ما گوش نست دیگه. در همین سالی که مثلا تا آنوز نو سری کار شده مدت برادر ما زیاد کار نکردم، شاید 13 روز در کار رفته باشم یا 14 روز. و همین مدتی که مثلا از اولی حد که سال گذشته که گذشته اینا تا حالا شاید ما 13 روز مثلا سر چاک سر کار رفته باشم. در غیر از اون نه دیگه پس انداز نمیشه، زمستان خوبی خیلی کار بودیم، اصلا خالین داشتیم، برادر سر خالین کار میکرد، بچه‌ها حال خالین هم خواه کرد،
دیگه اون ما خلاص شد رفت دیگه. بلن یه جنب آن دیگه حیران ماندیم که برادر خدا چی کنه با این مردم برادر. چی باعث شد که بنیاد این کار را روی دست بگیرن؟ چرا این برنامه را انجام میدن؟ ببینین جامعه ما سر تا پا گرفتاری است. بحث کرونا مزید بر علت شد. یعنی خانواده هایی که سرپرست داشتن کارگر بودن، کراچیوان بودن، کارگر سر چوک بودن، این بندگان خدا هم از کاربار ماندن. یک روز 200-300-300 این کار میکردن دیگه همو هم نیست. بنابراین امروز یک فیصدی خیلی بالایی از مردم جامعه ما متاسفانه به دلیل فقر، که خط فقر در افغانستان بسیار مسئله دردناکی است، مردم در ابتدایی ترین نیازهایشان محتاج هستند. بنابراین بنیاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که یک بنیاد فرهنگی اجتماعی دینی هست، بنابر احساس مسئولیت در قبال نیازمندان، چرا که ما حدیث داریم از پیغمبر گرامی اسلام که حضرت می‌فرمایند من اسب حولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که دعای مسلمانی داره و شب را به صبح میرسانه اما در قبال مسلمین بی تفاوت است، از ما مسلمین نیست. و همینطور آیات متعدد قرآن کریم را ما داریم. خداوند در قرآن می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، و خیر و خوبی شما نمیرسید مگر از او چیزی که دوست دارید انفاق کنید. مسلمانی ما فقط به نماز نیست، فقط به روزه نیست، این مسئولیت ها و تکالیف فردی ماست. ما تکالیف اجتماعی هم داریم در قبال مؤمنین، در قبال هموطنان، در قبال هم نوعان و انسان های دیگری که باید او وظیفه را اجرا بکنیم. قرآن بسیار در بعضی جاها دقیق و سختگیرانه این بحث اطعام مساکین را و دستگیری از مساکین را یادآوری کرده. در جایی از قرآن می‌فرماید انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی کسی که یک مسکین را ببینه و او را اطعام نکنه، نیازش را ببینه و نیاز او را برطرف نکنه، قرآن می‌فرماید این به الله عظیم ایمان نیاورده. پس از شناسایی خانواده ها و دستبندی مواد ارتزاقی، توزیع کمک ها کلید می خورد. سهم هر 8 خانواده در یک موتر و یک مسیر تعیین گردیده است. موترها و راننده نیز برای اجرای مسئولیت های شرعیشان در قبال نیازمندان رضاکارانه و داوطلبانه در این برنامه اشتراک کردند. هر کسی در ایفای یک نقش سهم می گیرد. موترها پس از بارگذاری به مقصد خانه های نیازمندان حرکت می کند. قرار است این مساعدت ها از سفره ضیافت مهربانی به دروازه خانه های نیازمندان برسد. فقرا و اکثریت فراموش شده معمولا در حاشیه شهر زندگی می کنند، در مناطق به شدت محروم که از خدمات دولتی هم در آنجا خبری نیست. شرایط بد اقتصادی آنها را وادار کرده تا با بغرنج ترین نوع محرومیت بسازند و صبر پیشه کنند. شاید کمال انسانیت این باشد که وقتی به در نیازمند رسیدیم در بزنیم و به اندازه وسع مالی من دل آنها را شاد کرده با کمک و دستگیری حقشان را ادا کنیم. رفتن و گشودن دروازه نیازمندان در شرایط سخت کنونی زمینه فراهم شدن رحمت الهی را فراهم خواهد کرد. گشودن دروازه بسته فقرا شاید اخلاقی ترین و انسانی ترین کار باشد که از عهده خیلی از ثروتمندان کشور ما در شرایط بحران کنونی برمی آید. کودکان فقیر با چشمان آرزومندشان مستحقهای عینی ترحم انسانی هستند. فرصتهای زندگی از آنها ربوده شده است. اما اگر وجدانهای خفته خلق بیدار شوند، حقوق شرعی بینوایان پرداخت گردد، دولت مسئول برای کاهش فقر توزیع عادلانه امکانات ملی را روی دست بگیرد، و از طرف دیگر ثروتمندان و تجار ملی با پرداخت وجوهات شرعی و انفاق مبادرت ورزند، گلیم منحوس فقر از تمام خانه های حاشیه نشین ها در سراسر افغانستان برچیده خواهد شد.